دروازه قرآن، راه ورود به شهر شیراز. شیراز شهر عشق، شهر گل سرخ و شهر شعر است. شیراز در میان کوهستان‌های جنوبی ایران قرار دارد. شاعران نامی ایران در این شهر روزگار می‌گذراندند و آثار ادبی ماندگاری خلق می‌کردند. امروزه مردم با احترام آرامگاهشان را زیارت می‌کنند، مانند مقبره حافظ. باقی سرسبز و با شکوه این عمارت 8 ستونه را در بر گرفته. این ستونها تکیگاه گنبد کوچکی هستند که به زیبایی با کاشی‌ها و گچبری‌های عهد زندیه تزئین شده. زیر این گنبد سنگ مزار مرمرین حافظ با اشعاری حکاکی شده قرار دارد. اینجا باغ ارم است، یکی از باغ‌های معروف این شهر. نصیرالملک عمارتی 3 طبقه در این باغ بنا کرده. از دوران قرون وسطا شبکه‌ای گسترده از قنات‌های پلکانی شیراز را پوشانده و باغ‌های آن را تغذیه می‌کرده است. این فقط یک پوشش گیاهی ساده نیست. شهر شیراز در زمان حمله مغول آسیبی ندید، اما در حمله افغان‌ها به ویرانی و چپاول کشیده شد. کریم خان زند پس از سالها این شهر را به یک مرکز داد و ستد تبدیل و عمارتی شبیه به یک قلعه نظامی برای اقامت خود بنا کرد. وکیل الرعایا با قدرت و شکوه در اینجا حکم میران، در عمارتی که با زرق و برق و ظرافت آن دوران سازگار بود. میهمانان پادشاه در باغ مجاور عمارت که با حوض‌ها و گل‌های معطر زینت داده شده بود ساکن می‌شدند. درون و بیرون عمارت با کاشی‌ها و سفال‌های زیبا تزئین شدند. نقش‌نگارهای ارگ تصاویر گوناگونی از زندگی خاندان سلطنتی را به رخ می‌کشند. حمام وکیل با حجره‌های گنبدی شکلش در حدود سال 1776 میلادی ساخته شده. درون طاق‌ها گچبری‌های زیادی با نقش‌نگارهای ظریف اسلیمی به چشم می‌خورند و مجسمه‌هایی برای زنده کردن تاریخ و آداب و رسوم گذشته. مجموعه تاریخی وکیل مسجدی هم دارد که همزمان با بازار ساخته شده و نمونه‌ای زیبا و بی‌نقص از مساجد جامعه اسلامی است. تمام این گنبدها بر روی یک شالوده بنا شده و 48 ستون مرمری راه سقفی کاشی کاری شده را نگه داشتند. بازار وکیل که گذرگاه اصلیش حدود 800 متر طول دارد، یکی از زیباترین بازارهای سنتی ایران است. از سالها پیش بازار وکیل و انبارهای گستردهش به عنوان مهمترین مرکز داد و ستد شهر شناخته می شد. در هر دو سوی گذرگاه مغازه هایی قرار دارند که پارچه، ادویه، سفال، فرش و لباس می فروشند. چایخانه‌های سنتی با دکور و تزئینات زیبایشان محیطی عاشقانه ساختند. حرم شاه چراغ آرامگاه برادر امام رضا است. این مقبره
در قرن 12 ساخته شده و در طول سالها گسترش پیدا کرده است. شاه چراغ در شیراز درگذشت و به عنوان مردی مقدس و مذهبی مورد احترام مردم قرار گرفت. این حرم چشمانداز بی‌نظیری دارد. ورودی مسجد جامع قدیمی شهر از طریق این آرامگاه است و معماری آن نمونه بارز معماری اسلامی است. این ساختمان مستطیلی شکل که شاید نماد خانه کعبه در مکه است با کاشی‌های زیبایی تزئین شده است. مسجد نصیرالملک با حوض بزرگ داخل حیاتش به مسجد گل‌های سرخ معروف شده. این نامگذاری به خاطر طرح ظریف گل‌های سرخ بر روی کاشی‌های مسجد است. شبستان مسجد در زیر نورهای رنگی شیشه کاری منقش جلوه می کند. کاخ قدیمی شهر متعلق به خاندان کمال الملک بوده و اکنون به موزه تبدیل شده. اینجا به خاطر درختان نارنج زیادش به موزه نارنجستان نیز معروف است. میهمانان در بیرون عمارت و در باغ کوچک کاخ استقبال می شدند و از پله ها به ایوان باز می رفتند. مقرنس ها، دیوارها و سقف با آینه کاری استادانه ای تزئین شده اند و یک پورتری بزرگ از چهره صاحب خانه در میان نقاشی های دیوار قرار گرفته. مدرسه خان معروف ترین مدرسه کهن شیراز است. این مدرسه به فرمان الله وردی خان، یکی از سرداران سپاه شاه عباس صفوی، ساخته و وقف شده. در قرن 19 خاندان قاجار باغ ایرانی و نارنجستان دلگشا را به مالکیت خود درآوردند. باغی با عمارتی کهن از دوره زند و قاجار. عمارت سه طبقه باغ اتاقهایی با دیوارهای آینه کاری شده و سقف‌های چوبی دارد. وسایل با ارزش این عمارت مانند آثار هنری فاخر ثروت بی حد صاحبان سابقش را یادآوری می کند. در نزدیکی دلگشا باقی است که آرامگاه سعدی در آن قرار دارد، شاعری که آوازه او از مرزهای ایران بسیار فراتر رفته. زمانی که خاندان قاجار تهران را به پایتختی برگزید، از اهمیت شیراز کاسته شد. اما حتی امروزه هم دانشمندان و شاعران شیراز اعتبار بالایی دارند و مدرنیته و سنت در یک هارمونی آرام یکدیگر را تکمیل می کنند.